بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی بیش از 50 روز از حمله زمینی اسقاطیل به جنوب لبنان گذشته میخوایم ببینیم که دلیل شکست اسقاطیل و فرار سربازان ارتش اسقاطیل از این نبرد نابرابر که در اون اسقاطیلیا با جنگنده هاشون همه جنایاتی که فکر بکنید رو مرتکب میشن چرا نتونستن برابر حزب الله موفقیت داشته باشن ايضا يفند الاسرائيليه المتعلقه تقديرات ترسانة المتواجدة حاليا لدى حزب الله من من صواريخ وما میگه حزب الله داره حملات موشکی و پهپادی میکنه این حملات رو بیشتر میکنه کمتر میکنه تو بره های مختلف حملات شدت و عدت داره بالا میشه پایین میشه کم میشه زیاد میشه یه روز مثلا حزب الله 5 تا بیانیه میده یه روز 35 تا بیانیه میده میگه آیا این حملات حزب الله به اسقاطیل باعث زیر سوال رفتن براورد و ادعای اسقاطیلیا نمیشه که گفتن زرات های مثلا حزب الله رو زدیم دیگه هیچ سلاحی ندارن موشکاشو منهدم شدن کلا 20 درصدش مونده و فلان یا آیا به این معنا نیست عمل الامر الاخر بان اطلاق اعداد من الصواريخ تصل الى 80 صاروخ مثل اليوم او 90 صاروخ هذا يعني بانه ما ذهب اليه وزير الدفاع والتقيمات الاستخبارات الاسرائيليه بان حزب الله لم يبقى لديه من الخزينه الصواريخ الا 20% و کلام غیر دقیق و... خیلی سادهشی میشه میگه اسقاطیلی ها شکر اضافی خوردن که میگن 20 درصد موشک های حزب الله مونده یه روز 80 تا موشک میزنه یه روز 90 تا داره میزنه این برآورد غلط ارتش اسقاطیل و اطلاعات و امنیت اونهاست دلیل على هذا بی هناك هناک تصاعد في الرشقات صاروخیه و هناک دخول بی اسلحه صاروخیه جدیده الی بفل فاتح 360 عندما تکلمنا علیه قبل ایام عندما میگه یه دلیل دیگهش پیشرفت تر شدن موشک های حزب که فاتح 110 رو هم همین چند روز پیش ازش رونمایی کردن شلیک شد و این ادعای اسقاطیلی ها رو زیر سوال میبره ما تم استخدام من قبل حزب الله ادن نحن نتكلم عن اسلحه جديده تدخل من القوى صاروخیه تتو میگه ما از سلاح جدید داریم صحبت میکنیم که توسط حزب الله داره استفاده میشه. وجد ده حزب الله به این کثافه و به این و نزد حزب الله با این شدت و قدرت وجود داره و هذا یعنی بان ما ذهبت الیه تقدیرات اسرائیلیه غیر دقیقه این به این معناست که برآورد اسقاطیلیا دقیق نیست ساتوقف الان عندما نشرت ویدیوات احرنوت المتعلق بان الاف الجنود من قوات الاحتياط يرفضون الامتثال للخدمه العسكريه قراءه في هذا البعد ايضا نعم میگه یدیوت آرانوت یک گزارش منتشر کرده و مخالفت سربازان ارتش اسقاطیل رو برای ادامه جنگ اعلام کرده ارتش سربازان ذخیره ارتش اسقاطیل من الحرب التي جرت في غزه والتي لا زالت مستمره بعد اكثر من 403 يوم لحد اليوم و این جنگ بعد از بیش از 403 روز تا به امروز همچنان ادامه داره الى هذا بان فتحها به الجبهه لا شك بانها تؤثر على قوات الاحتياط بشكل كبير گذشته از این باز کردن یه جبهه جدید یعنی جبهه لبنان فشار میاره روی این سربازاشون قوات الاحتياط الكثير منهم يأتي في السنة ما يقارب ثلاثه اشهر الى اربعه اشهر في بعض الامراض شهرين لغرض اداء خدمه الاحتياط سب... یک گذشته از اینها هر سرباز ذخیره ای در سال دو ماه سه ماه یا چهار ماه میاد برای اینکه خدمتش رو انجام بده و توی ارتش باشه و العوده مره اخرى الى العمل الخارجی سواء كان في الزراعه او في الصناعه او في الاقتصاد وما الى ذلك میگه بعد از این میره به سمت کارهای خارج از سربازی دیگه طبیعتا مثلا کشاورزی صنعت اقتصاد و مانند اینها عملیه سحب الاحتياط به شکل کبیر جدا و دفعه الى جبهات بعد ان وعدوا بانه الحرب في غزه لن تكون طويله میگه فرایند اووردن این نیروهای ذخیره به جنگ به این صورت که گفته شد آقا این جنگ غزه طولانی نمیشه اینا با این خیال خام اومدن گفتن باشه چشم ما میاییم اما بعد که اومدن دیدن طولانی شده بی انه من الملل من التساؤلات الام. میگه بیتردید این مسئله یعنی طولانی شدن جنگ باعث خستگی بی حوصلگی و پرسش های زیادی از طرف اونا میشه بدات تتصاعد الاصوات في انه الحروب التي التي فتحتها حكومة نتنياهو بالنسبة لغزة وبالنسبة للبنان هي غير صحيحة لأنها أثرت على میگه الان یه داره بلند میشه که سیاست در جنگ با غزه و لبنان درست نبوده. قدرات الجيش الاسرائيلي بشكل كبير جدا اثرت على الاقتصاد واثرت على مكانه اسرائيل في في, في العالم وبالتالي چون بر توان ارتش اسقاطیل و اقتصادش و جایگاه اسقاطیل در جهان به طور گسترده تاثیر گذاشته. علی لا شک بان التململ هو نتيجة الضغط الكبير جدا الذي يمارس على الجبهه الداخليه وعلى قوات الاحتياط في هذا المجال. میگه به این ترتیب بیتردید این بی حوصلگی در نتیجه فشار بسیاریه که بر جبهه داخلی و نیروهای ذخیره در این زمینه وارد میشه. خصوصا وان الخسائر كبيره جدا عندما نتكلم على جبهه غزه نتكلم عن عن الاف من الجرحى خصوصا ان تلفات كثيره وقتي از غزه داريم صحبت از هزاران زخمي صحبت انا اكثر من 12 الف في الاحصائيه الاخيره التي اخرجها مركز التاهيل في وزاره الدفاع الاسرائيليه اكثر من 12 الف جريح بالاضافه الى القتلى بالاضافه الى التدمير يضاف و الان طی آمار اخیر منتشر شده از طرف مرکز توانبخشی وزارت دفاع اسقاطیل دوازده هزار زخمی وجود داره افزون بر اون کشته ها و ویرانی هایی که به وجود اومده الا ذلك بان جبهه لبنان تختلف عن جبهه غزه بشكل كبير نتیجه الامکانیات والقدرات التي يمتلكها حزب الله في عملیت ارتفاع نسبه الخسائر للجيش الاسرائيلي ولا شد. یک گذشته از این جبهه لبنان با جبهه قزه تفاوت زیادی داره و این در نتیجه امکانات و توانایی هایی که حزب الله در فرایند افزایش تلفات ارتش اسقاطیل در اختیار خودش داره. شک بان هذا يولد الكثير من التململ بالنسبه لقوات الاحتياط. جزئی... یه خوب مسلمه دیگه این بی‌حوصلگی به ارمغا میاره برای نیروهای ارتش اسقاطیل. اخرى لا تقل اهميه وهي موضوع او ملف المسيرات في هذه ال... المرحله وحجم حجم الارباك الذي تحدثه لدى الاسرائيليين في هذا التوقيت لا یک تص... گذشته از اینها مسئله پهبادها دغدغه جدی اسقاطیلا شده به هول و لوف دادن دستپاچه شدند استطيع الدفاعات الجويه للكثير من المسيرات و پدافند هوایی هم توانای مقابله با بسیار از این پهبادها رو نداره نعم لا شک بیان حقیقتا الطائرات احدثت انقلاب كبير جدا في موازين القوى ليست على مستوى الحرب في اسرائيل يبقى و... بي ها باعث زیرو رو شدن گسترده در موازنه قدرت شدن و این فقط در سطح جنگ با اسقاطیل نیست انما حتی على مستوى الحرب بين روسيا وبين اوكرانيا بحيث اصبح لهذا السلاح تاثير كبير جدا في الحروب الحديثه میگه حتی تو سطح جنگ بین روسیه و اوکراین هم وجود داره به طوری که این سلاح دارای تاثیر گسترده ای تو جنگ های مدرنه وهذه الثغره التي تتواجد الان سواء كانت في منظومات الدفاع الجوي بالنسبه لاسرائيل لا شك بان دول كبيره وعظمه تعاني من هذه القضيه بجي ان شكافي كالان تو پدافند هوایی اسكاتيل وجود داره که بقیه كبقيه بزرگ هم از این موضوع رنج ميبرند داره اشاره ميكن به نقش پهپوتا در جنگهاي مودرن و جديد ولكن نجاح هذه المسيرات على الرغم من الامكانيه الكبيره المتواجده لدى اسرائيل والدعم الامريكي الكبير الذي يتواجد في المنطقه وقدره میگه موفقیت این پهبادها به رغم امکانات زیادی که اسقاطیل داره و حمایت گسترده آمریکا توی منطقه قطع على الوصول الى اهداف في العمق الاسرائيلي هو نجاح كبير جدا ل لحزب الله في مساله الوصول الى هذه الاهداف و توان این پهبادها در رسیدن به اهدافی در عمق اسقاطیل موفقیت گسترده برای حزب الله در موضوع رسیدن به این اهداف لا شك بان هذا السلاح يعتبر مشكله حقيقيه بالنسبه للجيوش خصوص میگه پس این سلاح مشکل واقعی برای ارتش ها محسوب میشه یعنی پهباد ها موی دماغ ارتش های بزرگ دنیا هم شده خصوصا و ان هناك ادخال الكثير من تقنيات الذكاء الاصطناعي الى هذه الطائرات والكثير من الاسلحه من میگه خصوصا به خاطر استفاده از فناوری های هوش مصنوعی که در بسیاری از این سلاح ها و پهبات ها وارد شده آیا صعب او به اخر علی منظومات دفاع جوی من استقبال هذه الطائرات او عملیت اسقاط و این باعث سختتر شدن کار برای پدافند هوایی در زمینه مقابله با این پهبادها یا عملیات سرنگونی اونهاست فکر میکنم دیگه الان براتون مشخص شده باشه که معادلات جنگ به کدوم سمت سو میره و اگر حزب الله بتونه پهبادها رو وارد نبرد بکنه نورون الان نور میشه در کنار که داره مناطقی از شمال سرزمین های اشغالی رو خصوصا حیفا رو مرتب مورد عنایت قرار میده یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون